ساعت 4:30 صبح به زور پا شدم چون تقریبا دیشب نخوابیدم برم یه دوش بگیرم. دیشب حوصله‌ام نشد برم. نیم ساعت دیگه حرکته. 5 الان 4:30 دیگه ته مونده های کولرم جمع کنیم. کاشن مقصدمون به سمت غرب تهرانه میایم یه جوری قزوین بعد اینجا صبحونه میخوریم. عالیه، عالی. ما دیگه از قزوین داریم میریم سمت رشت. حالا هنوز نمیدونیم بریم اول اقامتگاه تحویل بگیریم یا بریم مستقیم خود رشت ببینیم چی میشه. مقصد اول مخانه میرزا کوچک خان. اینطور ببینیم درشون برای توی خیابون اصلیه. ورودی موزه از اینجاست. بعد بریم تا طبقه بالا رو ببینیم. از اون طرف تموم میشه برمیگردی پایین. داخل نمیشد فیلم بگیریم. من از داخلش چیزی ندارم. حالا بریم طبقه پایین ببینیم. فکر میکنم طبقه پایین هم احتمالا نه فیلم میشه گرفت نه عکس مثل بالا. بازدیدمون تموم شد. حیف شد از داخلش نمیشد گرفت. مقصد بعدی همه موزه بازمان شناسی. چیزی که دیدم خب اشیاء باستانی داره. نمیدونم میشه توش عکس و فیلم گرفت یا نه. حالا اگه بشه نشون میدم، اگه نشه که هیچ. مال همین شمال مارلیک و اون طرف ها 3000 سال خدمت داره. این سالون هم اکثرش باز مال ساسانیه. واقعا اینا برام خیلی جالبه، خیلی تمیزه. من همیشه از این چیزا که میبینم همش تو ذهنم دارم تصور میکنم که مثلا واقعا اون دوره تو اینا داشتن این چیزی میخوردن و اینا. خیلی حسه خاص و عجیبیه. یعنی حتی جاهای تاریخی هم میرم همین همش دارم خودم تصور میکنم یا مثلا سعی میکنم اون موقع رو تصور کنم. من این اله مادرها رو کلن دوست دارم. توی هر موزهی که میرم از اینا داره خیلی خوشم میاد. تا جایی که میدونم اینا نماد باروری هم. موزه رو اومدیم بیرون. تموم شد. خیلی کوچیک بود، توقع نداشتیم اینقدر کوچیک باشه. یکم خورد تو حالمون ولی حالا بدی هم نبود. این موزه خیلی کوچیک بود ولی بامزه بود. من ظرفای ساسانی که داشت دوست داشتم. اومدیم کافه زیبا رو هم ببینیم. نمیدونم رامون میده همینجوری کوچه ببینیم یا حتما باید یه چیزی سفارش بدیم.
دست از پا دراستر داریم میریم بخواهیم که بسته بود متاسفانه. ما میخواستیم بریم موزه چیز رو ببینیم، چی بود اسمش؟ موزه میراث روستایی گیلان. بعد یهو احساس کردیم که خیلی گرسنه‌مونه، برای همین اومدیم که غذا بخوریم. بعد از غذا، حالا فکر کنم بعد از غذا بریم اقامتگاه استراحت کنیم چون خیلی هوا گرمه، اصلا گرمازده و گرسنه و تب کرده و اینایی. ما برای نهار اومدیم شرکولی، ولی بعد تو نوبت بایستیم صفه. چیزایی که میخوایم سفارش بدیم یه دونه ترش واشخورشه، قبلا خوردیم خیلی دوست داشتیم، حتی مال اینجا نه، دوستامون درست کردن. بعد به اضافه خوشش کباب ترش فعلا دوغمون اومده، خیلی گرسنمه، خیلی اصلا در حال نابودیم. غذامون اومد، فعلا از حجم شکم دلسرد شدیم، فکر میکنیم بیشتر باشه، حالا بخوریم ببینیم چی میشه. این ترش باش خورشه، اینم که کباب ترشه. خب من میخوام نظر بدم، راستش از اون ترش باش خورش ما قبلا دوستمون درست کرده بود، شمالی خورده بودیم، خیلی خوشمزه تر بود به نظر من، بیمزه بود یکم. به نظرم کبابش هم همین بود، گوشت نرم خوشمزه ای داشت ولی کم مزه بود. یعنی من کباب ترشه خوشمزه تر از این خوردم، یعنی اینقدر تعریفش رو شنیده بودم فکر میکردم خیلی بهتر از این باید باشه، ولی خب نبود. من شاید 7 بهش بدم اینجا رو از 10. سلام. دیگه بعد نهار تنها کاری که میتونیم بکنیم از پسش برمیاییم اینه که بریم بخوابیم. تو راه اقامتگاهیم دیگه برسیم میخوابیم و بعد عصر که هوا یکم خنک ترته دوباره میریم تو شهر، میخوایم بریم سمت بازار و ساغری سازان و اون طرفا. رسیدیم اقامتگاه. ما دامن پوشیدیم، این پشت یه زمینه خیلی خوشگله، میخواییم بریم یه سری عکس بگیریم با دامن وسط شالیزار. ما از اون ور دل کندیم اومدیم داریم این ور یه سری عکس میگیریم نور هست، بعد دیگه میریم سمت میدون شهرداری و بازار. اون ما یکی از دوستامونو قراره ببینیم توی رشت، بعد دیگه سریع بسات عکاسی رو جمع کردیم و ساعت 8 قرار داریم الان 20 دقیقه به 8 دیگه میرسیم رشت و دیگه میخواییم از میدون شهرداری پیاده بریم تا بازار، بازار رو ببینیم اگه وقت بشه، ساغری سازان رو ببینیم و خلاصه قراره اون ور رو بچرخیم. خب ما اومدیم دیگه یکم هوا تاریک شد، یه جای دیگر دیدیم بسته بود، میخواییم یه ساقعی سازان رو بچرخیم از این طرف. من عاشق بازارهای اینجوری هم. وای
مازدرم عالیه، مازدرم عالیه، ماز برو گیره درد، برو گیره درد، برو گیره درد اومدیم یه جا، اینجا اسمش زیبا سراس کافه، قهوه خونه طور بامزه ایه. خیلی من گرما و تشنگی. وای 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 وای. خب دیگه گشت امروز ما تموم شد. نمیدونم چقدر پیاده روی کردیم ولی خیلی بود. دیگه داریم کم کم سوار میشیم که برگردیم بریم اقامتگاه. بخوابیم، برنامه‌مون این بود فردا بریم اردبیل ولی دیدیم که چه کاریه. امروز خسته شدیم، فردا هم دوباره 5 ساعت تو جاده. احتمالا فردا میمونیم رشت. بالاخره رسیدیم. اتاق ما اینه.